ورځ مو په خیر. نن د بریج جنرال اجمل عمر شینواري چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور ویان دی، دغه د معرفي مراسم دي. لومړی به مولوی صاحب اندړ په قرات باندې دا غونډه راپیل کړي او وروسته به بیا د اجنډا مطابق ولاړ شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سفير صاحب جنرال صاحب دا مقرری حکم وایم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالت مولس مشر د نوې کولو په وړاندیز کولو سره لومړی مقام د ملي امنیت شورا دفتر د 14 لمریز کال د غبرګولي میاشتې د 8 نیټې د امنیتي ځواکونو ته د مورال ورکونې واحده طرحه منظوره کړې. په یاده طرحه کې د ملي امنیت شورا دفتر په تشکیلاتي جوړښت کې د دفاعي او امنیتي سکتور د ویان په توګه د یو تن تجربه لرونکي نظامي کادر ګمارنه هم په نظر کې نیول سوې ده. له دې امله د دې دفتر په تشکیل کې د دفاعي او امنیتي سکتور ویان تر نامه لاندې د ډګر جنرال د ډګر جنرالۍ بس زیاتوالی او هم مهاله په یاد بس کې د ملي امنیت لوی ریاست د ځانګړي خطې د 09 کماندان ښاغلی بریج جنرال اجمل شینواري د جانداد زوی ګمارنه په ډېر درنښت وړاندې زیږي. هیله من یو چې لوړ مقام یې منظور او ویاړ راپه برخه کړي. په درنښت ډاکټر حمدالله محب د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار. رئیس صاحب دا ملاحظه کړې ده، وکتل سو وړاندیز د وړاندیز متن منظور دی. هممهاله زه له جنرال صاحب څخه هیله کوم چې لومړی مقدماتي وینا وکړي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ښاغلی وحید عمر د ولسمشر سلاحکار مینهپال صاحب، درنو ټولو حاضرینو، د مطبوعاتو د کورنیو محترمو مېلمنو، د افغانستان ولس، د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصبینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په سر کې د دعا اعتراف کوم د افغانستان د ټولو شهیدانو ته، چې الله تعالی دې ټول شهیدان غریق رحمت کړي، او درنو کورنیو ته دې الله تعالی جمیل صبر ور په برخه کړي. او همدارنګه زموږ استاسو ټول د امنیتي دفاعي ځواکونو ټپیانو ته دې الله تعالی ژر تر ژره شفا په نصیب کړي. ځای لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان جلالت مآب محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا ښاغلی پیاوړی او مدبر مشاور ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله محب، او بیا د جمهوري ریاست محترم مرستیالانو او د امنیتي او دفاعي سکتور محترم مشرتابنه د زړه د کومې مننه وکم چې دا درون مسؤلیت په داسې اساسو شرایطو کې ما ته راسپارلی دی. زه ستاسو د لارې نه عمر صاحب او د ټولو حاضرینو چې په مجلس کې جنوري ستاسو د لارې نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه ته او د افغانستان ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله په پوره صداقت او ایمانداری و کم مسئولیت چې ما ته راسپارل شوی دی تر هغه لحظې پورې چې دا مسئولیت ما ته به توجیه په هماغه ډول چې ایجاب کوي د شرایطو مطابق
دا مسئولیت با ادا کرم. در شرایط حساس فیلی که به همگی هویدا است، در مجموع مسئولین سکتور نظامی به طور خاص رهبری محترم وزارت دفاع ملی و رهبری محترم وزارت امور داخله جدیداً تقرر حاصل نموده که تمام رهبریشان که جناب وزیر صاحب دفاع، جناب لوی درستی صاحب، جناب وزیر صاحب داخله، جناب معین صاحب ارشد در سالیان متمادی با ایشان به صفت یک همکارشان در سکتور نظامی انجام وظیفه کردیم و امید ازیر دارم و اطمینان ازیر بر هم ملت افغانستان میتم که انشالله با توانایی و تجربه که دارن و شناختی که از وضعیت و شرایط دارن انشالله که موفقیت های مزید نصیب ما شما خواهد شد. تیم جدیدی که جهت مدیریت سکتور نظامی به طور خاص وزارت دفاع ملی و وزارت داخله به وجود آمده انشالله و تعالی ما از لحاظ مسلکی ایره یقین دارم و به این متقاعد هستم که به زودترین فرصت انشالله و تعالی وضعیت نظامی به طور کامل مدیریت و ابعاد منفیش مهار خواهد شد. در یک مملکتی که و در یک شرایطی که جنگ باشه، در شرایط جنگ همه مسائلی که روی میته او متصور می باشه، قابل پیش بینی می باشه و ما و شما هم از لحاظ ذهنی و روانی باید برش آمادگی داشته باشیم. ولی به صفت یک جنرالی که از خط مقدم جبهه در پشت میز مطبوعات قرار گرفتیم، ایره براتون وعده میتم و ایره عملا ثابت ساختیم که انشالله و تعالی تمام پلانای شوم دشمنای مردم افغانستان، دشمنای صلح و ثبات افغانستان به زودترین فرصت خونسا و مهار میشه و او پلانای شوم بزرگتری از ایره که داشتن الحمدلله اینمی جوانای شجاع، اینمی فرزندای نیک شما که هر نظامی، هر منصوب سکتور نظامی از خانواده ملت است، از خانواده شماست، ایره عملا در سالیان متمادی با به ثبوت رساندن که از وجب وجب خاک، از وجب وجب تمامیت ارضی و از تمام منافع اولیای کشور دفاع کردن و دفاع میکنیم انشاءالله و تعالی. نظر به ارزیابی های نظامی که تا حال در صف محاربه و در صف جنگ داشتیم، هیچ نقطه را دشمن از لحاظ نظامی بزور و تکتیک نظامی نه تصرف کرده و نه پیشرفت کرده که او را ما در اصطلاحات نظامی خود مثلا تعرض میگیم، تعرض بالا یک خط مدافع انجام میشه، شق اجرا میشه یا یک پوسته یا یک بیز یا یک خط سقوط میکنه، ولی الحمدلله همچون یک موارد را ما نداریم که دشمن توانایی زیر داشته باشه که در جنگ جبهه‌ای با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما و شما مقابله کرده بتانه. در سطح تکتیکی ما به صفت یک جنرالی که بازم میگم که از خط مقدم جبهه در حضورتان قرار گرفتیم، ایره براتان بازم به اطمینان میگم که در سطح تکتیکی بعض مشکلات های بوده که الحمدلله در جریان 3 روز گذشته کاملا او مدیریت شده، مهار شده، تدابیر لازم نظامی که ایجاب میکد همش اتخاذ شده، ولی آلت تطبیقی از او و عملی شدنی از او شاید نهایتش یک هفته الا 2 روزه در بر بگیره. ولی شما ما از طریق مطبوعات، خانواده مطبوعات و مسئولینی که در اینجا حضور دارین، ما براتان بسیار به صراحت و اطمینان کامل میگم با تمام مردم افغانستان و بر رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان که تمام مشکلاتی که به وجود آمده به زودترین فرصت انشالله و تعالی مهار میشه و انشالله و تعالی که نظامیهایتان باز بیرق سیرنگ پر افتخار افغانستان را در گوشه و گوشه افغانستان همونطور که به احتزاز نگاه داشته بازم به احتزاز در می آورند. بازین اپراتیفی او تکتیکی کچکه چه که بعضی سوق اداری ستونزی او بعضی نور نیمگرتیاوی چرا منسته شوی اغا هم ده ملی امنیت ده شورا در زمان نورسته
ورته پاملرنه شوی ده او هغه ټول نشانی شوی دی برملا شوی دی او په خپل وخت سره ان شاء الله تعالی چې مدیریت شوی دی او تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې کوم ستونزې چې وي هغه مطلق حل دی او نور د تشویش وړ د پوزی له هازه کومه موضوع نشته. پلانهای عاجل عملیاتی ما در سه مورد، عملیات‌های خاص، عملیات‌های تصفیوی و تصرف ساحات روی دست است. پلانگذاری‌ها انجام شده توسط اپراسیون‌های مختلف و مشترک و قمانده واحد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وجود دارد. سوق اداره استراتژیک فعال است. تمام منابع نظامی از صنوف مختلفه الحمدلله آمادگی‌های لازم نظامی خود را جهت پیشرفت، تصرف و تسخیر ساحات به زودترین فرصت شاهد خواهد بودیم. نقطه آخری را که می خواهیم بازم خاطر نشان بسازم تا مدت زمانی را که امی مسئولیت متوجه ما است، به همکاری تمام بخش مطبوعات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص بخش سخنگوهای سکتور نظامی و دیگر همکارا و مطبوعات را در این قسمت خواهان هستم که از جایگاه ما، از موقف ما حمایت بکنین و تمام مسائل را بر مبنای واقعیت‌های مسلکی ما به مردم برسانین تا مردم از هر لحظه تشویش در امان باشند و اطمینان کامل داشته باشند و معلومات ما هم به طور دوامدار، به طور بسیار واقعی بینانه همراهتان شریک میشه انشالله و تعالی، که در این مورد جناب عمر صاحب مشاور جلاد ماب رئیس جمهور با ما وعده دادن که از ما حمایت میکنن و در این پروسه ضروریات را که ما داریم همه او را برای ما سهولت های لازمه که هست او را فراهم میسازن. بازم ما برای شما با اطمینان کامل میگم انشالله و تعالی که خانواده مطبوعات از واقعیت هایی که لازم است در وقت زمانش با واقعیتی که هست با مشکل به خدمتتان میرسه و موضوعاتی که فعلا در فضای مجازی از هر طرف نشر میشه و به اذهان میرسه کوشش شوه که اونمو موضوعات در اینجا اگر ما بخوایم نخوایم ما در محاسبات و در مسائل نظامی خود مورال و انگیزه یک بحث یا جنگ روانی در جنگ یک بحث عتمی است، ولی وقتی که ما شما متحدین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان که از جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنن کوشش بکنیم که واقعیت ها را نشر بکنیم و در ضمنش جا دارد در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر جایی که در برنامه عملیاتی رفتیم ما عملا حمایت مردم خود را از تمام اقشار، از تمام مردم عملا او را ما در بین مردم خود دیدیم و او یقین و ایمان را داریم که مردم ما در هر زمان و در هر مکان از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت کردند و حمایت میکنند. و من الله توفیق تشکر از توجهتون. رضایت مننه بریج جنرال اجمل عمر شنواری د امنیتی و دفاعی سکتور ویان. جناب عمر صاحب تاسو ته ډیر درنښت وینا بلنه درکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. همکارای عزیز رسانه ها، همکارای عزیز ما در دستگاه اطلاعاتی و دستگاه ارتباطات عامه حکومت، به همتان خوش آمدید میگم. امروز چنانچه گفته شد بنابر تصمیم جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک سخنگوی واحد تعیین شد. هدف از این کار ای است که در پهلوی از این که همکارای ما در وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی و دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات با رسانه ها دارند، یک مرجع واحد که همه یک جا در او کار بکنند و از او طریق اطلاعات در مورد وضعیت امنیتی کشور از یک ماجرای واحد برای همگی برسه، اقدام صورت گرفت. جنرال صاحب اجمل عمر شنواری تا دیر مبارکی وایم. جنرال صاحب به تیر و دو میاشتو که در افغانستان به
مختلف ولایتونو که عملا په صحنه کې وو او د جبهې نه راغلی او یو هدف هم دا وو چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملا یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیت نه او د امنیتي وضعیت نه با خبره وي. د دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با له جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي تر څو د دښمن هغه توطیه چې یوې خوا په سنګر کې روانه ده او یوې خوا په تبلیغاتي فضا کې روانه ده دا توطیه شنډه سي. با استفاده از فرصت ما میفهمم که بحثای زیادی هست در فضا روی یک سلسله مسائل. از امی تریبیون میخواستم که امروز بر نمایندگی از دولت افغانستان صحبت بکنم. اول وضعیت جنگ. کاملا نگرانی هایی که وجود داره کاملا قابل درک است. با یک دشمن مکاری روبرو هستیم که تا دیروز میگفت افغانستان اشغال شده و تا زمانی که نیروهای بیگانه در افغانستان هستند ما علیه زینا می جنگیم. یک سال میشه که امی دشمن مکار با او دستگاهی که او را اشغالگر می خواست صلح کرد، ولی جنگشان علیه مردم افغانستان، علیه نظام، علیه تأسیسات افغانستان کماکان ادامه پیدا کرد. چیزی به نام جهاد دیگه برشان باقی نماند، چیزی به نام جنگ علیه نیروی اشغالگر برشان باقی نماند. منطق استدلال به خاطر با وجود آوردن یک حکومت اسلامی برشان با وجود نماند. از علمای افغانستان گرفته تا علمای منطقه، تا الازهر مصر، تا مفتی مصر و تا امام کعبه صدا بلند کردن که دیگه جنگ شما مشروعیت نداره. یک سال پیش تصور مایی بود که با رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان دیگه طالب می آید با دور میز مذاکره و انشالله و تعالی که به یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان می رسیم. اما نیرنگ طالب چیز دیگه است. یک ماه گذشته که نیروهای بین المللی اعلان کردند که ما از افغانستان می براییم، طالب نه تنهایی که حضور خود در میز مذاکره زیادتر نکرد و معنادارتر نکرد، طالب رو آورد به جنگ. جنگی که هیچ منطقی و هیچ استدلالی هم برش نداره. در یک ماه گذشته طالب ها در سراسر افغانستان حمله کردند. در هر نقطه افغانستان دستشان می رسید حمله کردند. اما جالبی است که طالب در جایی که حمله کرد چی کرد؟ طالب در جایی که حمله کرد و دستش رسید ساختمان ولسوالی را به آتش کشید، مکتب را بسته کرد، کلینیک را به آتش کشید، اطفال مکتب را به خانه نشاند و هیچ چیزی به نام خدمات، یک چیز به نام حکومتداری، یک چیز به نام نظامداری در وجود طالب دیده نشد. مردم افغانستان در یک ماه گذشته چهره اصلی طالب که نسل‌های ما به یادشان است یک بار دیگه دیدن
وحشیتر، زلالتر و درندتر. ما کسایی که سالهای 96 تا 2001 به یاد داریم، یک تصور از حکومت اسلامی که دیروز ملا برادر نوشته بود، یک تصور داریم. طالب تعریفی از حکومت اسلامی نداره. همین چیزی را که ملا برادر میگه که ما یک حکومت اسلامی میخواییم، نه ایر ثابت کردن میتونه که چیزی که در افغانستان، نظامی که در افغانستان وجود داره، کجای از این اسلامی نیست، و نه ایر تعریف کرده میتونه که حکومت اسلامی که طالب میخواه چی است. یگانه چیزی که ما میتونیم قیاس بکنیم، طالب حکومت را میخواه که در سال 96 سر ویرانه های از این مملکت و سر ویرانه از این شهر ایجاد کرده بود. یک حکومت سر گورستان میخواهد طالب، و ایره در یک ماه گذشته مردم دیدند. مسئله اصلی است که یک سال گذشته بعضی رسانه ها، بعضی افراد در شبکه های اجتماعی، بعضی سیاسیون یک سال گذشته تلاش کلان کردن که به مردم افغانستان بگویند که طالب تغییر کرده. طالب سال 96 نیست. طالب به حق زن باورمند شده. طالب به مکتب رفتن دختر و بچه باورمند شده. طالب به آزادی رسانه باورمند شده. طالب به وحدت بین اقوام، بین مذاهب در افغانستان باورمند شده. یک ماه گرفت که طالب دوباره به مردم افغانستان ثابت ساخت که هر کسی که تلاش کرد که طالب سفید بسازه دروغ گفته بود. طالب امو کسی است که ولسوالی اناردره را سوختند. طالب امو کسی است که تنها در دو ولسوالی جوزجان، در زاب و یک ولسوالی دیگه، 6000 طفل دختره مکتبش بسته کرد خانه نشاند. طالب امو کسی است که ژورنالیست کشت، خبرنگار کشت. طالب امو کسی است که عالم دین کشت. طالب امو کسی است که هر جایی که میره غیر از اینکه پل میپرانه، مکتب ویران میکنه، کلینیک از بین میبره، دیگه پیامی بر مردم نداره. با امو دلیل هم است که ما در شروع گفتم که بعضی نگرانی ها بجای است، اما یک نگرانی بجای نیست، و ایره بسیار مسئولانه به نمایندگی از دولت افغانستان میگم که طالب دیگه در بین مردم افغانستان اگر یک جای پای نسبی هم برش ایجاد شده بود در چند سال گذشته، در یک ماه گذشته طالب او جای پای خود را از دست داد. مردم یک بار دیگه چهره سیاه طالب دیدند. به همو دلیل هم است که شما در 24 ساعت و 48 ساعت گذشته اگر به شبکه‌های اجتماعی برین، به تلویزیون برین و به صحه برین، می‌بینین که در هر جایی که طالب در ولسوالی آمده مردم علیش استاد شده. در هر جایی که طالب آمده و ادعای حاکمیت میکنه مردم علیش استاد شده. این واقعیت از یاد نبرین که طالب دیروز اگر ادعا داشت که جنگش با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان است، امروز طالب عملا در صحنه با مردم افغانستان مواجه شده و این جنگ علیه مردم افغانستان طالب بردنی نیست. طالب یک روز در ولسوالی میتونه مانده، دو روز میتونه مانده، یک هفته میتونه مانده، تا ابد یا اردوی ملی طالب میکشه، یا امنیت میکشه، یا پلیس افغانستان طالب از ولسوالی میکشه، و یا مردم طالب دیگه از ولسوالی میکشن. چهره های نامانوس، چهره های اجنبی، چهره هایی که هیچ رابطه عاطفی، هیچ رابطه هویتی با این مردم ندارن. چیزی که بسیار مهم است و این است که یک حرکت، یک موج ایجاد شده. این هم درک میکنیم که این موج نگرانی های را به وجود آورده. نگرانی های را که آیا نیروهای امنیتی ما در مقابل از اینا میتونن بجنگن؟ آیا طالب میای باز ولایت سقوط میتن؟ آیا طالب میای کابل میگیره؟ یک چیز را مطمئن باشین که امی اوج تلاش طالب امی است. از 48 ساعت گذشته به این طرف طالب میبینه که مردم چی رقم در مقابلش استاد شدن، و طالب میبینه که بقا را نداره، و به عوض از این که طالب در میز مذاکره کاری که طالب کرد در یک ماه گذشته به نفعش تمام شوه، این کار به ضررش تمام میشه.
مردم افغانستان علی طالب استاد شدند و طالب در این معامله انشاءالله بازنده است. یک مسئولیتی که ما همگی داریم در این وضعیت، همی کسایی که جوانایی که در دور میز هستند، ما حکومت هستیم، از حکومت هستیم، کسایی که پشت کمره هستین، شما از رسانه هستین، کسایی هم اینجا حضور دارن که نه در حکومت هستن نه در رسانه هستن، فامیلای ما هستن و دیگرها هستن. یک چیزی که باید واضح باشه او این است که ما در مقابل یک دشمن واضح استاد هستیم. دشمن صفش بسیار واضح است و از ما هم صف ما بسیار واضح است. گاهی طور میشه که ناخودآگاهانه به خاطر ازی یا به خاطر شهرت طلبی یا به خاطر ایجاد دل از روی دلسوزی یا هم از روی یک نیت غیر مسئولانه، ما هر کدام ما تبدیل میشیم به یک تریبیونی که آواز طالب از او بلند شوه. در این وقت وحدت ما بسیار مهم است. در این وقت یک درک بسیار مهم است که حکومت در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه باز 5 سال عمر داره کم و زیاد، اما نظام دائمی است، مردم دائمی هستند. همین فضایی که در افغانستان ایجاد شده این فضا دائمی است. یه طور نشه خدای نخواسته که به خاطر تفاوت نظر ما، چی کس رهبر سیاسی است، چی عضو پارلمان است، چی رئیس یا عضو شورای ولایتی است، چی کارمند رسانه است، چی کارمند جامعه مدنی است، که به خاطر یک تفاوت دیدگاه ما با حکومت باعث ازی شویم که در مجموع مورال روحیه را در بین نیروهای امنیتی ضعیف بسازیم و یا خدای نخواسته چتر کلانی را که بالای سر ما است به نام نظام، که هر کدام ما کارمندهای از او هستیم، به نحوی اینمی چتر باعث فروپاشش شویم. همه طوری که مردم در ساحه، در ولسوالی، در قریه علیه طالب استاد شدن، یکی تفنگ گرفته، یکی چوب گرفته، آرزوی مایی است و این به عنوان یک افغان میگم، یک شهروند افغانستان، که ماهایی که در فضای مجازی هم فعال هستیم، با امور قم با امون مردم پشتیبان امون مردم شویم. هر عسکر ما تلفن داره، میبینه، رسانه اجتماعی رو میبینه، تلویزیون رو میبینه. خدای نخواسته اتر کار نکنیم که باعث ضعف مورال اونمو سرباز شویم که یا بچه خاله ماست، یا بچه کاکای ماست، یا خورزاده ماست، یا برادرزاده ماست. من مطمئن هستم که از کسایی که در اینجا هستیم، هزار کدام ما از خانواده ما یک کس میال در سنگر است. در مقابلش یک کسی است که نمیشناسیم. نه بچه کاکای ماست، نه بچه مامای ماست، نه خورزاده ماست. یکی جنرال یک کشور دیگه است، یکی سرباز یک کشور دیگه است، یکی جاسوس یک کشور است، یک صفی که هیچ نوع هویت نداره. یه طور نشه خدای نخواسته که ما باعث ازی شویم. ما در حکومت کامیای کاستی های خود داریم، در حکومت ما انتقاد را میپذیریم، بالای کار حکومت، بالای خود به عنوان افراد، اما دامنه ازی تبلیغات خدای نخواسته یه طور نشه که ما را غافل گیر بکنه و ما نخواسته در یک جنگ روانی که سالهاست، 40 سال از علیه ما برای انداخته شده، 40 سال است که بارها به زمین خوردیم و دوباره استاد شدیم که خدای نخواسته ای بار ما را به زمین نزنن. ما در حکومت هستیم، فردا نیستیم. یک کسی در رسانه است، فردا نیست. بسیار طور شده که همکارای رسانه در حکومت آمدن، همکارای حکومت در رسانه رفتن، از جامعه مدنی به حکومت آمد، از حکومت به جامعه. اینمی تفکیک بین ما هست. بالایی که دیگه انتقادات هم داریم، ولی در آخر روز یه طور نشه که ما امید تفاوت دیدگاه های خرده که بین خود داریم باعث ازی شوه که یک دشمنی را سر ما حاکم بسازه که هیچ تفکیک بین ما قائل نیست. به نظرش همه ما کافر هستیم، به نظرش همه ما واجب القتل هستیم، به نظرش اینمی جامعه بدبختی که 40 سال بدبختی را کشیده تا که هست دارالحرب بود و هنوز هم دارالحرب است. دلیل، استدلال، منطق، نه دینی، نه شرعی، نه ملی، هیچ چیزم برش وجود نداره. ده پارلمان محترم و وکیلان و ده ولایتی شورا محترم و وکیلان و تمی پیام داده سه نظام، حکومت، ملی شورا، ولایتی شورا ده درست ده نظام تر چطر لنده کار کی. پا دیدی هیچ سوک نغولیگی
خیر طالب جنگ له حکومت سره ده حکومت به چپکی من بلاو د سینه ده د طالب جنگ دی من ټول سره ده طالب ته من ټول یو شیو او طالب دی منګه د ټولو په یو رقم نابودی او بربادی غواړي کغه در سنې کارمنده کدی ملي شورا کارمنده د ولایتي شورا کارمنده پرون ما یو مکتوب ولایتي شوراګانو ته واستو خواهش موده ولایتي شوراګانو نه وکړه چې دوی دې ځان د ملي امنیتي دستګاه ویاندویان نه جوړوي له ځان نه دوی دې ځان د افغانستان د استخباراتو ویان نه جوړوي دوی دې لطفا خپلو کارونو ته ورسیږي او د افغانستان د حکومت او د مسلح پوځونو ویاندوی دې لطفا دوی نه کوي د خلکو مورال دې لطفا نه خرابوي که د خلکو مورال خراب سو په هغه ځای کې چې طالب راغی بیا ولایتي شورا هم نسته هغه بیا ولایتي شورا هم نه مني هغه بیا د پارلمان غړی هم نه مني هغه ما هم نه مني هغه رسنۍ هم نه مني هیڅوک هم نه مني وضعیت انشاءالله همونطوری که جناب جنرال صاحب گفتن این وضعیت تغییر میکنه این روزها را ما شما در گذشته هم دیدیم یک موج است این موج به خاطر براه انداخته شده که در آستانه برآمدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان روحیه مردم تخریش شود مردم خدای نخواسته به این نتیجه برسند که ما را تا هنوز امریکایی ها نگاه میکرد حالی که امریکایی ها رفتند دیگه طالبان میگیرند این موج دوامدار نیست یک دفعه دیگه هم تکرار میکنم بقای طالب در هیچ ولسوالی افغانستان دوامدار نیست پیشتر هم شما در خبرها خواندین دوشیر پس گرفتیم بلخ پس گرفتیم و علی آباد را پس گرفتیم. همونطوری ولسوالی ها پس اراضی از طالب گرفت. اینا را پس میگیریم. اما یک چیزی را که طالب باید او وظیفه ماست که طالب نتوانه بکنه که ما را از نقطه نظر روانی از نقطه نظر روحیه به این نتیجه برسانه که گویا طالب حاکم میشه. نمیشه. نه سال 92 از در افغانستان نه سال 96 از در افغانستان. من تکرار میگم در سال 96 طالب وقتی کابل آمد من میجه بودم. طالب سر یک ویرانه آمد امروز طالب با یک جامعه متحرک روبروست با یک جامعه روبروست که ولسوالی رو میگیره پدرها میخزن که برادر برای تو نمیمونی دختر مرک مکتب بره برای تو کلینیک بره خدمات چی خدمات بر من میتی در افغانستان وضعیت کووید است دکترایت کجاست معلمت کجاست چی میکنی به ما کجا پل میسازی کجا سرک میسازی حکومت حداقل خوب است یا بد است اینی شفاخانه اینی مکتب اینی پل حکومت ساخته تو چی میکنی غیر از اینکه رو ایران میکنی این دوام نداره مهمترین مسئله ای است که در این وقت هم ما در پهلوی نیروهای دفاعی و امنیتی ما استاد شویم اینا قهرمانی کردن اینا قهرمانی میکنن بعضی وقتا وضعیت میایه که غیر قابل پیش بینی میباشه اما همونطور که جنرال صاحب گفتن این وضعیت دوباره برمیگرده این وضعیت در نهایتش دو هفته دیگه این وضعیت دوباره پس میگرده طالب از ولسوالی مبرایه ولی یک چیزی را که طالب خونخوار کرد و این است که دیگه مردم ولسوالی حتی کسی که آرزوی ازیر داشت که طالب میه شاید تغییر کرده باشه او دیگه به این نتیجه رسید که طالب انشاءالله این باعث وحدت بیشتر ما میشه باعث استحکام میشه باعث یک بیداری مردم ما میشه چنانچه در 48 ساعت 72 ساعت گذشته شما دیدین که در ولسوالی قریه قریه مردم در پالوی نیروهای امنیتی خود استاد شدن رهبری حکومت افغانستان در هر جایی که بتانه که از ای استادگی مردم افغانستان در مقابل نیروهای در پالوی نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنه حمایت میکنه ایره به دیده قدر منگره و بالاخره پیامی را که به طالب میده این یک پیام بسیار استراتژیک است که اگر رهبری طالب یک لحظه هم امیدوار بود در آینده سیاسی افغانستان یک نقش خواهد داشت با کاری که در یک ماه گذشته طالب کرد از صحنه نظامی خوب بیرون میره 100% میره در صحنه سیاسی افغانستان هم دیگه نقش نداره سبات یا بل سبات پراتون که تو سلویک ساعتو که جمهور رئیس امریکای متحده ایالاتو تا سفر لری په دې سفر کې بعد مصالحه د عالی شورا مشر محترم ډاکټر سیب عبدالله د ولسمشر لمړی مرستیال محترم امرالله صالح د ملي امنیت سلاکار
د بشر د حقوق د کمیسیون رئیس او هم د سیزین نور د دولت چارواکی او د افغانستان د مذاکراتی تیم زین غړي به هم ورسره په دې سفر کې مل وي او جمهور رئیس با په امریکې کې د افغانستان د امریکې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره وویني او همداسي نور مجالس هم لري چې په اړه به جزئیات وقتاً فوقتاً د سره شریکو په دې وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس سفر امریکې ته ډیره مهمه ده د افغانستان او د افغانستان د همکارانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو شروع شوی او د دې پړاو په جزئیاتو باندې باید خبري وسی او په دې باندې به خبره کیږي د امریکې د ولسمشر سره او د امریکې د نورو چارواکو سره او د افغانستان سپراس کې اصلي مسله د افغانستان د ملي دفاعي پوزونو سره د تجهیزاتو د آموزش او د نورو مرستو مالی مرستو په ارتباط به هم سره خبري کیږي که څه هم په دې جزئیاتو باندې وخت خبري سوي دي د اطمینان سته چې د افغانستان متحدین به د افغانستان ملي دفاعي پوځونو سره خپلې مرستې جاري ساتي خو په دې به لا نور هم ټینګار کیږي او انشاءالله دا سفر به یو موفق او کامیابه سفر وي. دیروز چنانچه شما دیدین تمام سیاسیون مطرح افغانستان در یک مجلس مشورتی با حضور رئیس جمهور افغانستان بودن. یک چیزی که به نهایت مهم است، پیامی که از اون مجلس برآمد، ای است که در این وقت حساس ایجاد یک صف واحد، تحکیم یک صف واحد و یک اجماع سیاسی برای آینده افغانستان حتمی و ضروری است. مجلس دیروز یک نماد خوبه از اتفاق نظر سر از این که همگی چی در داخل حکومت چی در بیرون حکومت سیاسیون افغانستان در این مرحله اساس در پهلوی نیروهای امنیتی و دفاعی خود استاد هستند. یک چیزی که 100% توافق نظر بود رویش دیروز در مجلس که تمام رهبری دولتی و سیاسی افغانستان در این وقت در پهلوی نیروهای امنیتی و دفاعی خود هستند. بقای افغانستان، بقای نظام، بقای جمهوریت برای همگی چی در داخل حکومت و چی در بیرون حکومت با وجود تفاوت نظرهایی که وجود داره حتمی است و بالای از او کار خواهد شد. یکی از حاضرین مجلس دیروز گفت که رئیس یکی از قوای شورای ملی، یکی از قوای ثلاثه افغانستان است، گفت که بقای ما به عنوان یک فرد در بقای نظام است و ما همه ما چیزی را که چتری را که به نام نظام بالای سر ما وجود داره تا آخرین قطره خون از او حفاظت میکنیم. انشالله در رهبری سیاسی درون و بیرون حکومت روی یک موضوع اجماع داره که همه ما در این وقت در یک صف استاد میشیم و در مقابل دشمن مبارزه میکنیم. دشمنی که بلا تفکیک هیچ کدام ما را قبول نداره. فقط یک صدای خرد بالای دوستای ما شهروندای افغانستان که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند میکنم و اویی است که وقتی وضعیت یک مقدار گویا بحرانی میشه وارخطایی ایجاد میشه، خدای نخواسته این وارخطایی باعث از این نشه که ما ار اکانت فیسبوک ما و ار اکانت تویتر ما یک وسیله برای جنگ روانی دشمن شوه. این وقتش است که شما در پهلوی برادرایتان، در پلیس ملی، در اردوی ملی و مردمی که امروز استاد شدن در مقابل طالب استاد شوین، بر از اینا روحیه بتین و نگذارین که دشمن از ما و شما به عنوان وسیله خود استفاده کنه. این بی نهایت مهم است. باز تکرار میکنم، حتما کسایی میگن که شما حکومتی ها کار خوب نمیکنین، ایره میپذیریم، انتقاد میپذیریم، خلاهای خود میپذیریم، ولی وقت عزی است که شما انتقاد بالای حکومت با جنگ روانی دشمن ای یک تفکیک بکنین. ای یک خواهش ماست. دستگاه اطلاع رسانی دولت در خدمت رسانه است. انشالله با این میکانیزم نوی که با وجود آمد
اطلاع رسانی ما بیشتر شوه، اطلاع رسانی ما هماهنگ‌تر شوه. در اینجا بعداً دوستا خدمتتون میگن که یک مرکز ایجاد میشه که در او دفاع، داخله، امنیت ملی و تمام نهادهای دیگه به شمول ارگانهای محل، به شمول انکشاف دهات، وزارت حج و اوقاف و اینا مشترک کار میکنن تا اطلاعات زودتر به رسانه‌های ما برسه، تا یک سوال شما بی پاسخ نمانه. در اخیر روز ما یک حکومت مسئول هستیم، ایره میدانیم که در این وقت یک چیزی که بر ما مهم است مردم به مردم افغانستان اطلاعات درست برسه، رسانه‌های افغانستان زمینی فعالیت داشته باشند، چیزی را که دشمن به هیچ صورت نمیخواهد. و به خاطر از او این کار کردیم. انشالله که ای اقدامی که دولت افغانستان کرده یک اقدام موفق شوه و باعث ازی شوه که دسترسی رسانه ها به معلومات موثق، به معلومات واقعی بیشتر شوه، صدای ما هماهنگ‌تر شوه و همکاری در بین حکومت که در این وقت اساسی ترین نقطه است، این همکاری بیشتر شوه. بسیار زیاد تشکر از همتون. سوال اخلو؟ سوال میگیریم مهربانی کنین. ډیر زیات مننه سفیر صاحب. تاسو په دقیق کې په وینا کې اکثره پوښتنو ته جواب وویل، زه فکر نه کوم چې دا شی موضوع دی. هغه ته یو لاس پورته ده وروره. دوه درې توخ له اوس په دوراندې شهر وخت پوښتنه کوي. اوس باندې یو لړۍ پوښتنه ځه، مهرباني دوراندې شه. په نوم خدا به عرض سلام او ادب جناب آقای عمر، ممنون. عرض سلام و ادب هم دارم به تمام سخنگوی حکومت. ای کاش که گلایه هست، البته پیش از که سوال بکنم، ای کاش که امی برنامه، امی هماهنگی، امی اجماع از آغاز حکومت و امی حکومت شکل می گرفت، انشاءالله ما با این مشکل دچار نمی شدیم. یک پیشنهاد دارم، با وجود که سخنگوی جدید شما معرفی کردین، امیدوار هستم که سخنگوی اگر بتونه همکاری با تمام رسانه‌ها داشته باشه و از نزدیک با رسانه‌ها دیدار بکنه تا مشکلاتی که بین خبرنگاران و نهادهای امنیتی وجود داره ای برطرف شود. آقای عمر، پیشتر شما صحبت داشتین در رابطه با سفر آقای غنی، رئیس جمهور غنی به ایالات متحده آمریکا. واضح نگفتین که در این سفر چقدر از همکاران آقای رئیس جمهور همراهی میکنن؟ یک. و دومی که چقدر انتظار دارین که با رفتن رئیس جمهور غنی به ایالات متحده آمریکا در مقطعی که گفتگوهای صلح در دوحه با بنبست خیلی کلان روبرو هست و جنگ هم در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده، چقدر انتظار دارین که سفر میتونه یک امید را برای پایان خشونت ها و تامین صلح در افغانستان ایجاد بکنه؟ بخیر باشه. خیلی مینپاس بیا دو دری پختنی به واخلو بیا بیزن. سیده مرسی. تشکر آقای عمر. با عرض معذرت، رفیع صدیقی هستم از آریانا نیوز. بخشی از سوال ما که مربوط سفر جمهور بود حل شد. در مورد خیزش های مردمی که در بیشتر ولایت در برابر گروه طالبان شکل گرفته، راهکار حکومت چی است؟ آیا از این خیزش های مردمی حمایت میکنه؟ اینا را تجهیز تمویل خواهد کردن؟ امیر را میخواستیم پرسان کنیم. تشکر. یو بلم امریکا اون پشت کامره که کامره چاته یو امریکا ژم ول امریکا زغدا. ډیر زیات مننه عمر صاحب. احمد جاوید در زمونه د امریکا غږ نه. عمر صاحب، زما پوښتنه دا ده چې په داسې ورځو کې سول سوالي مکمل سقوط شوی دي، آیا عمر شته؟ یو. او څومره بیرته نیول شوی دي که په دې باکل باندې رڼا واچوي؟ رڼا مکمل واچو. ښه، ډیر تشکر. اول د قسمت ګلوی شما اتر است که شرایط خاص گاهی ایجابات خاص خود داره و اقدامی که امروز شده مشخصاً به همین دلیل شده که ما طرفدار ازی هستیم که حکومت یک فضای عادی داشته باشه، خدمات عرضه کنیم، شفاخانه ما خدمات عرضه کنن، انکشاف دیات ما پل پل چک بسازه، وزارت معارف ما به کار خود رسیدگی کنه و همگی و در یک فضای نرمال در افغانستان حاکم باشه. طالب تلاش داره تا این فضا را جنگی بسازه. در امی شرایط خاص ایجاب میکرد تا یک هماهنگی بین تمام ادارات امنیتی ما ایجاد شوه. این به هیچ عنوان خدای نخواسته به این معنا نیست که کسایی که همکارای ما که در وزارت دفاع و داخله و اینا کار میکنن اینا دیگه در صحنه نیستن.
ما یک ظرفیت دیگه هم علاوه کردیم به ظرفیتی که قبلا وجود داشت. آریان صاحب و جناب احمد زای صاحب و جناب مولانا صاحب، مومن صاحب، اینا در یک سال دو سال گذشته که من همراهشان کار میکنم بی نهایت زحمت کشیدن، ولی یک شرایط خاص به وجود آمد و همطور که در دستگاه رهبری نیروهای امنیتی افغانستان هم یک تغییراتی آمد، با توجه به این ایجابات این تغییر آمده. آلی ما امیدوار هستیم، وقت است یا ناوقت است یک طرف، امیدوار هستیم که امی تغییر نو باعث بهبود کار شود. سفر امریکا مهم است، به نهایت مهم است. امریکا متحد استراتژیک ماست. امریکا در چوکات ناتو از کلانترین دونران یا تمویل کنندگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در پهلویش از برنامه های اقتصادی و انکشافی افغانستان است. در این زمان جنگ، ما قبلا براتون گفتم، موجی که حال ایجاد شده، این موج زود گذر است. این موج قبلا هم گفتم یک هفته دیگه، دو هفته دیگه این موج دیگه مار میشه، طالب دیگه پس میره و پناهگاه خود از اون جایی که آمده پس به موج میره. اما ما به عنوان یک دولت یک چشمانداز استراتژیک بر افغانستان داریم، برنامه‌های اقتصادی داریم، برنامه‌های انکشافی داریم. نیروهای امنیتی ما باید تجهیز و تمویلشان و حمایتشان ادامه پیدا بکنه. هی چیزی که یک موجی که برای یک هفته و دو هفته ایجاد شده، این مانع از این نمیشه که ما بر روابط بین المللی خود و بر روابط استراتژیک خود با دوستای خود نپردازیم. انشالله که سفر موفق خواهد بود و پردستاورد خواهد بود. در قسمت خیزش های مردمی، ما قبلا هم همه قدر میخواییم بگویم که مردم افغانستان در هر جای علیه طالب استاد شدن، این الزامن به تشویق یا انگیزه حکومت نبوده. تمام ازی در بسیاری جایات مردم مظالم طالب دیدن، بدبختی را که طالب بالاشان حاکم ساخت او را دیدن. قبلا هم گفتم ولسوالیشان در داده شد، مکتبشان سوختانده شد، دخترشان به خانه شد، مردم علیه طالب استاد شدن و در پهلوی نیروهای امنیتی خود استاد شدن و دولت افغانستان با هر کسی که در این وقت در پهلوی نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان استاد شوه، هر نوع حمایتی که لازم باشه حکومت او را میکنه. در این قسمت جزئیاتش لازم نیست. در قسمت آمار ولسوالی های که نیروهای امنیتی افغانستان از اونجا بر آمدن و یا ولسوالی هایی که نیروهای امنیتی افغانستان او را دوباره گرفتن، او را من میگذارم به همکارای ما در نهادهای امنیتی و دفاعی، به جنرال صاحب، به احمد زای صاحب و آریان صاحب و به مولانا صاحب که اینا بازی آمار را برتون بدن. امی فعلا این آمار پیش من است. بس از دیگه سفیر صاحب دغه پوښتنه د آزادی رادیو د شغوی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکلی چې د افغانستان په اړه د پاکستان د تیر سیاست پلوی نه دی او د وړاندې تیر وطني سوی او دوی چمتو دي چې اړیکې ولري. اوس افغانستان له پاکستان د کوم ډول بدلون غوښتون کوي؟ افغانستان باور لپاره د سولې په برخه کې پاکستان باید څه وکړي؟ دا خیر پوښتنه ده. د پاکستان سره خو دې منګ دغه رابطه ډیره اوږده ده او دا په وار وار دی اقل زشل کاله په دې حکومت کې هم په وار وار ده. او اب پاکستان هر صدر اعظم د پاکستان، هر لوی درستیز د پاکستان، هر وزیر خارجه سه افغانستان تر اغلی یا منگ ورغلیو، د دوی همیشه خبره داده چې هغه د مونږ تیر حکومت په افغانستان کې محاسبه غلطه کړې وه، مونږ دا محاسبه بدله کړې، مونږ په افغانستان کې ثبات غواړو، مونږ په افغانستان کې سوله غواړو. خو په عین حال کې بیا داسې اظهارات هم کیږي لکه څه د دوی د خارجه د بهرنیو چارو وزیر په تلونیز کې وکړي، د افغانستان خلک د پاکستان نه واضح عملی اقدامات غواړي. دغه اور سنن په افغانستان کې بلده څه عکسونه وزي د پاکستانی جنرالانو او د پاکستانی پوځیانو، دغه پناهګاهې څه په پاکستان کې دي څه له هغه ځای نه دغه لښکر افغانستان ته راستول کیږي، په دغه پاسپورټونو څه طالب مشران مشورې ته ځي پاکستان ته او بیا هلته د خپل د انتحاری مرکز نه دیدن کوي. هغه شفاخانی څه د طالب عسکر پکې درسته ورځ، د طالب نفر پکې درسته ورځ تداوي کیږي. دغه ټول د افغانستان خلک په سترګو ګوري. دا څه اوس رئیس جمهور امریکې ته ځي،
او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه یو په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشری دا په سیاسي لحاظ کې د سی یو قدم وي خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دی نتیجې ته ندی رسیدلی دغه موج ته اوسم په شروع ده وازی وایو په دې کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر وازی ده دا په سنگر کې وازی ده دا د دوی په اظهاراتو کې وازی ده په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر وازی ده نو مانګ عملی اقدامات غواړو مانګ خبرې نه غواړو دا خبرې وار په وار په وار په وار په وار تکرار شوی دي ډیر مننه ټول نه بسر تشکر ډیر زیات مننه عمر صاحب او درسنوي څخه ډیر زیات مننه